این مراسم جهت یاد بود از کسانی که در راه حفظ تمامیت ارضی کشور جانهای خود را از دست دادن برگزار شده است. در این نشست شماری از مقامهای حکومتی و مردم جهت زنده نگه داشتن نام شهدا اشتراک نمودند. مسئولان راه اندازی این محفل میگویند شهدا کسانی بودند که به خاطر دفاع از نوامیس ملی جانهایشان را از دست دادهاند. حکومت باید حقوق بازماندگانشان را رعایت نماید. و بازماندگان شهدا در این محفل حضور به هم رساندن تا باشد که یاد کنیم از قربانی هایی که در ولایت هرات در مقابل مبارزه در مقابل اشغالگران آمریکایی و همپیمانانشان و ناتو اونا قربان شدن در راه خداوند. ما از اونها یادی بکنیم. هر چیزی که خودی میفهمه دیگه، ما که چیزی نداریم، دولت هم به ما نمیتونه که زمینی بده. همین خدا هست به چیزی کمک کنه. من ناتوانم از چیزی خوب نمیبینیم. طی 40 سال جنگ های اخیر در کشور شمار زیادی از مردم اعضای فامیلشان را در راه حفظ وطن از دست دادند. با این حال والی هرات میگوید کسی که حقوق بازماندگان شهدا را رعایت نکند حس وطن دوستی در وجودش مشاهده نخواهد شد. همه ما به این شهدا عهد بسته کنیم که ما عدالت میکنیم، خیانت نمیکنیم. به نفع وقتی که کوچکترین امضا خوب متوجه باش مسئول محترم، کوچکترین حرف، کوچکترین زن تلفن مجلس به خاطر منافع شخصی، اهداف شخصی، خواه فرد باشه، خواه خانواده باشه، خواه قبیله باشه، خواه ولسوالی باشه، فرقی نمیتونه. شخص شخص است، به خاطر اهداف شخصی باشه، ما و شما در حق همیشه این داخل و سوی هم رئیس شهدا و معلولین از راه اندازی این برنامه استقبال نموده و میگوید طی 6 ماه گذشته بیش از 200 میلیون افغانی را برای بازماندگان کسانی که جانهایشان را در راه حفظ وطن از دست دادند توزیع کردند. تشپش میاشتی که تقریبا مج 209 میلیون افغانی ده شهدا و وارثین و ده شهدا و یتیمان و کندیان ته او همدارنګه هغه معلولین چې زمر سره په وصولو کې برابر و او دلته ثبت شوی دی تر دا مهاله پورې 209 میلیون افغانۍ د دې اکاونټونو ته په شفاف طریقه باندې حواله شوي دي. بر اساس گفته های مسئولان اداره شهدا و معلولین به تعداد 5200 خانواده بازمانده در این اداره به ثبت رسیده و قرار است ماهانه برای هر خانواده مبلغ 2000 افغانی از سوی آنان پرداخته شود. اما از سوی دیگر بازماندگان شهدا مبلغ تعیین شده از سوی مسئولان را ناچیز دانسته و میگویند بر این مبلغ باید از سوی مسئولان افسوده شود تا از این طریق بتوانند قسمتی از مشکلات زندگیشان را برطرف نمایند.